مکتب استاد درس‌هایی از پرورشکده سیر انسانی و تحول گوهری توش را بشناس نز راه بیار خودشناسی و خداشناسی باز تو سید مصطفی آزمایش سلطنت دلبری بدان نرسد که در دلی به هنر خیش را بگنجانی. در گنجاندن در دل، دل یعنی قلب، heart، le cœur، عبارت هست از یک عضله مخروطی شکل، عضله صنوبری شکل، مثل میوه درخت کاج که چون شبیه میوه درخت کاجه یا شبیه گلابیه، به این دلیل بهش قلب صنوبری میگن، یعنی قلبی که شبیه میوه درخت کاجه، قلب صنوبر. و بعد در نزد کسانی که ورزشکاران عالم معنا هستند، یعنی به جای این که به پرورش قالب و بدن بپردازند، به پرورش قلب میپردازند، این قلب صنوبری از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. چرا؟ چون بیان شده که لا یسعنی عرض ولا سما، یعنی زمین با تمام عظمتی که داره و آسمان با تمام فراخنایی که داره گنجایش منو نداره. خداوند فرماید ولی ولکن یسعنی قلب و عقلی المؤمن، قلب بنده مؤمن من جایگاه منه، یعنی خداوند که خالق عالم هستیه احاطه بر عالم هستی داره، زمین و آسمان و فضا و کهکشان ها و غیر و غیره هر چقدر که بزرگ باشن، محاط در ید اقتدا و اقیانوس رحمت و بزرگ خداوند هست و احاطه محاط بر محیط نامعقوله، محال به لحاظ عقله. مقصود اینجا بحث تجلی و قانون اپتیک، همچنان که شما می‌بینید توی کوه بیماری‌های به اون عظمت توی عدسی یه دونه دوربین کوچیک می‌افته و عکسش روی صفحه حساس ظاهر میشه، این قانون اپتیک. اصولا رؤیت به این ترتیب، شما یک کوه به اون عظمت رو در آینه کوچک چشم خودتون مشاهده میکنید. حال در بحث دل که وقتی که صافی بشه، یعنی وقتی که ورزیده بشه، پرورده بشه، آموخته بشه، بالغ بشه، این یه خواصی ازش ظهور میکنه. وقتی ما در قرآن مجید با مبحث مغز سر و کار داریم، مغز به معنی مرکز شناخت و معرفت انسان، به مغز در واژگان قرآن مجید لب
اطلاق میشه به کسانی که دارای نیروی خرد حاد و موشکاف هستند، بهشون گلل الباب گفته شده، فعتبرون یا گلل الباب. ای صاحبان اندیشه های باریک، ای صاحبان مغز های بیدار، اعتبار بگیرید، یعنی اندرز بگیرید، بهره برید از چیزی که دارید مشاهده می کنید، بهره معنوی برید. اما مرکز معرفتی روحانی انسان ارتباطی به لب یعنی مغز نداره، بلکه قلبه، قلبی که در صدره، صدر یعنی سینه. ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، یعنی قلب هایی که به سبب آنی که در غلاف غفلت کشیده شدند دچار امیاء و نابینایی گشتند، قلب هایی که در سینه ها قرار دارند. پس قلب وسیله معرفتیه، انسان دارای دو وسیله معرفتیه، یه وسیله مغزه که مرکز حواس پنجگانه است که انسان رو در ارتباط با خارج قرار میده، و مرکز احساسات و عواطف و نفسانیات و قوه متخیله و متوهمه و عاقله و حافظه و غیره. این مجموعه مغز قدیم و جدید رو تشکیل میده، اما دارای یک مرکزی برای ادراکات فراحسی و معنوی و روحانی که محل استقرار حبه روح در گلدان تنه، و این تن قلبه، قلبی که در سرد و قرار یعنی در سینه. پس وقتی در مصطلحات عرفانی و در واژگان قرآن مجید و متون مقدسه صحبت از قلب میشه، ارتباطی به مغز مطلقا نداره، صحبت از قلب. این عضله صنوبری شکل که در طرف چپ سینه قرار داره و میتپه. حال ما بیاییم به این نقطه خردمندانه بیاندیشیم. عزیزان، حقیقت من و شما یک حقیقت روحانیه که در جسم من و شما استقرار پیدا کرده، یعنی من و جسم من، نه من و روح من. اگر من بگم من و روح من، که وقتی روح از تنم بره بیرون، این غلطه، این جمله اصلا غلطه. وقتی من از تنم برم بیرون، من چیزی غیر از روح نیست که در تن مستقر شده و من از تن بیرون رفتنش از بدن در چند حالت ممکنه پیش بیاد. یکی در خواب عمیق، یکی در بیهوشی، در کما، و نهایتا در مرگ. بیرون رفتن از بدن یا به طور اختیاری صورت میگیره برای ورزشکاران عالم باطنی که در این مسیر ورزش‌های بسیار زیادی کردند و نه فقط در پله اول به استقلال خودشون از بدنشون وقوف حاصل کردند، بلکه در پله‌های بعدی تونستن این استقلال رو
از مرتبه قوه به فعلیت برسونن و در مراحل بعدی بتونن روزنه و دهلیز و دروازه خروج از بدن به اختیار خودشون باز و بسته بکنن. هر وقت میخوام باز کنم از بدن برم بیرون و دوباره برگردم. اما نحوه دیگری هم برای خروج آدم از تنش وجود داره و اون خروج اضطراریه، یعنی موقعی که در رو باز میکنن و دست آدم رو میگیرن و از بدنش بیرون میبرن. این امر رو بهش میگن توفیه، با تل دو نقطه میگیسنش توفیه. والله یتوفی الانفس، خداوند آدم ها رو میگیره حین منام ها یا حین موت ها، در موقعی که در حال خوابن یا در موقع مرگ. یعنی فرشتگان خداوند مأمور به قبض روح هستن، یعنی میان در رو باز میکنن به آدم میگن آقا میبینی بیرون بریم. و در این مقوله ما از کافی قبلا صحبت کردیم و گفتیم که موقعی که در باز میشه و آدم با چشم فرافستی فرشتگان خداوند رو که مأمور دعوت آدم به خارج شدن از بدن و وارد شدن به جهانهای موازی هستن میبینه، اون وقت متوجه میشه که اون مطالبی که قبلا گفته شده بوده و این گوش نمیداده همش درسته ولی دور شده. در یه آیه دیگه که مربوط به بعث و نشوره یه همچنین اشاره هست، قال یا ویلنا من بعثنا من مرهدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. ای وای بر ما، چه کسی ما رو از قبرهای ما برانگیخت بیرون آورد؟ این همون چیزیه که انبیاء خداوند وعده داده بودند، وعده داده شده بود و فرستادگان خداوند صادق القول بودند. ما نمی‌فهمیم. در اینجا وقتی معرفت قطعی به بقای عالم آخرت حاصل میشه و انسان در اون لحظه متوجه میشه که حالا یه راه درازی رو باید طی کنه، اونجا به دست و پا میفته و یه فرصت دوباره میطلبه. ربنا ارجعنا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، فیما ترکت. من اگر برگردم و فرصت دوباره داشته باشم اجازه بدید، اجازه بدیم فرشتگان از خداوند که یه فرصت دوباره من داده بشه، من عمل صالح انجام میدم. اعمل صالحا فی ما ترکت، در چیزایی که ترک کرده بودم انجام نمیدادم، کارهایی نیست که باید میکردم و نمیکردم، این فرصت رو من بدید. اما کمتر کسی این فرصت بهش داده میشه، فرصت دوباره به بعضی ها داده میشه، یعنی اون near death experience که صحبتش میشه، یعنی کسانی که تا نیمه راه تونل میرن و بعد میگردن، بیشتر به خاطر این که قلب از کار میسته و بعد دوباره قلب که فعال میشه دوباره انسان بعد میگرده به چپنه. اما اگر که این مهلت دوباره داده نشه، اون وقت و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، دیگه این برزخ. اما این وضعیت کسی که در پلکان سیر تحول جوهری شروع نکرده و به درجات کمالیه خروج نکرده،
اما اون کسانی که خروج کردند ورزش های روحانی انجام دادند و به درجات کمالی رسیدند، اونها قضیهشون فرق میکنه، دیگه به حضرت براتون نیست. ان اولیاء الله لا یموتون و ینتقلون من الدار الى الدار، اونا دروا میکنن از این دنیا میرن تو بهشت، از این دار میرن به اون دار، فرق داره وزیرشون. به هر حال ما اینجا دیگه صحبت از روح رو ضرورت نداره بکنیم. روح یعنی خود شما، روح یعنی من، روح یعنی هر آدم زنده. روح این یعنی تصمیمی که به خودم من خطاب میکنم و نسبت به خودم آگاهی دارم، به عنوان این که غیر از در و دیوار و چوب و صندلی و میز و دست و پا، این من همون واقعیت روحانی. حال این من در بدن جا گرفته و بعد از بدن میره بیرون. حال بحث در اینه که اون چیزهایی که روی روح اثر میذاره با چیزهایی که روی جسم اثر میذاره متفاوته. اون نیروهایی که روی جسم یعنی روی ماده عمل میکنند و نیروهایی که روی روح عمل میکنن متفاوتن. ما متاسفانه نظر به ناخویشمندی، یعنی نظر به الینیشن، نظر به الینیشن، نظر به از خود بیگانگی، چون خودمون رو فراموش کردیم و جسم رو به جای خود میگیریم، هر چیزی که برای جسم مفید یا مضر باشه مبنا قرار میده، در حالی که چیزهایی که روی جسم اثر میذاره اعم از مثبت و منفی ارتباطی به روح نداره و چیزهایی که روی روح اثر میذاره از مثبت و منفی ارتباطی به جسم نداره. بسیاری هست یعنی فرض بفرمایید مجموعه ارتعاشات خفی که در روح نفوذ میکنه و روح رو بهش احتضاب و فرح میده یا دچار انزجارش میکنه، اینها روی جسم کوچکترین اثر نداره، اصلا به جسم ارتباط نداره. آثاری رو که دیگه روح قدیم روی فضای یک معبد یا یک محله اعتکاف ایجاد میکنه، این رو با هیچ وسیله سنجش آزمایشگاهی نمیشه سنجید. شما وقتی وارد مرقد یک شخص پیشرفته به لحاظ باطنی میشید، بی اختیار حالتون دگرگون میشه، یه اثری صاحب اون مرقد روی روح شما میذاره. اما شما دقیق ترین دستگاه های سنجشی آزمایشگاهی رو ببرین اونجا، کوچکترین نشانه از این که کوچکترین تغییر در عقربه حاصل میشه نمیشه، چون تأثیر روحانی یک روح قوی بر فضایی که در اینجا اطراف اون صاحب روح قوی قرار گرفته یه امر مادی نیست، یه امری نیست که با دستگاه های سنجش مادی بشه وزنش کرد، کمی یا زیادیش رو سنجید. بس ادامه
Thank you.
خب نظر به این که الان تکنولوژی الحمدلله بسیار پیشرفته است و روز به روز پیشرفتش بیشتر میشه، اما خیلی چیزها هست که هنوز از دایره سنجش وسائل بسیار بسیار پیشرفته و تجهیزات بسیار بسیار شگرف تکنولوژی فراتر میره. شما فرض میفرمایید کوچکترین موجی رو با طول امواج مختلف به حرکت در بیارید، دستگاه های سنجش بلا فاصله نشون میدن که این موجی که اینجا به حرکت در اومده چه فرکانسی داره، چه قدرتی داره، از چه خانواده امواج هست، همه اینا رو روشن میکنن. یعنی تا اونجایی رفتن دستگاه های سنجش تا به درجه پیشرفت کرده، همچنان که دوستان احتمالا اطلاع دارن، در سوئیس یک تونل بسیار بسیار عظیم زیر زمین گرد را گرد شهر درست کردن برای شتاب دادن به ذرات بنیادی، یعنی شتاب شگرفی بهشون میدن. برای چی؟ برای اون اینی که بدونن در لحظه آفرینش گیتی که بهش میگن بیگ بنگ، این لحظه شکلگیری ذرات و به وجود آمدن اونها و بعد اون انرژی که در اثر اون انفجار اولی آزاد شده و اینا چی بوده، اینا رو سنجش بکنن، اندازه گیری کنن، انواع این امواج رو معین کنن، اجرام اون ذرات بنیادی رو معین کنن. اینقدر این دستگاه ها دقیق عزیزان، یعنی بیش از اون حدی که کسی بتونه الان تصور بکنه تکنولوژی که ساخته. مزایاش همین دستگاه های بسیار عظیم پیشرفته رو اگر بیارن و در مرقد یک انسان روحانی بذارن، این چیزی رو نشون نمیده، هیچ چیزی رو نشون نمیده. اما مرقد این فضا، این فضای این مرقد، فضای مزار یک انسانه و از دیده روحانی که از دنیا رفته و اینجا جسمش رو به خاک سپردند و روحش از عالم اعدا نظارت داره و اینجا دارای یک تشعشعات خاصیه، دارای یک رادیوشن‌های خاصیه که هیچ دستگاه سنجشی هر چقدر دقیق باشه نمیتونه چیزی نشون بده. مزایا شما مشاهده میکنید که فرض بفرمایید جهانگردان خارجی، جهانگردان غریبه با فرهنگ مردمی که در کنار اون مزار دارن زندگی میکنن و اصلا هیچ چیزی را در این حرفا نمیدونن، وقتی میان به پاشونو به داخل این مرقد، به داخل این مزار میذارن، وارد این فضا میشن، بلافاصله حالشون عوض میشه، یه چیزی روشون اثر میذاره، نمیدونن چی چیه. اینجا نه اودی روشنه، نه نورپردازی خاصی داره، نه آوازی کسی میخونه، نه صدایی داره، هیچ چی نیست، خلل، سکوت محضه. اما یه نیروی عظیم داره اونجا. چند سال پیش در یکی از مسافرت هایی که ما داشتیم با دوستان رفته بودیم به یکی از جزایر و در اینجا یک
ساختمان نسبتاً معمولی وجود داشت، ساختمان نه مجلل بود نه محقر هم نبود، چه ساختمان ما رفتیم چیزی خالیه، چیزی نبود. بعد یک زیرزمین داشت این ساختمان، یه پلکانی میخورد به پایین و زیرزمین اونجا. این ساختمان زمین هم سنگی بود و این ساختمان این حالتی یه دخمه سنگی زیر زمینی بود، یه فضای کوچیک بود. ما رفتیم از پله‌ها پایین، همه دوستان رفتیم پایین. اینجا یه قبری بود، ما نمیدونستیم که این قبر متعلق به چیه، زبان اینجا هم بلد نبودیم. این چیزایی که نوشته بود مجموعا یه دخمه سنگی بود، یه دونم قبر اونجا بود، یه قبر سنگی سر پوشیده. اما اون فضای زیرزمین که قدری پر انرژی و نیرومند و تکون دهنده بود که همه اون اشخاصی که با همدیگه ما سفر کرده بودیم و رفته بودیم به اونجا و به فرهنگ‌های مختلف و به تمدن‌های مختلف تعلق داشتن، پیروان ادیان مختلف بودن، همه تحت تأثیر این فضا قرار گرفتن. با این که قبرهای سنگی ما زیاد دیدیم همه جای دنیا، تو کوه خیلی هست درست کردن، اما اثر ندارن، چون اشخاصی که اونجا به خواسته بودن آدم های وزیده به لحاظ ممارست های باطنی نبودن. اینجا ما اومدیم و تحقیق کردیم که این چیه. این کار معلوم شد که ایشون یکی از ارادتمندان و شاگردان نزدیک حضرت عیسی علیه السلام بودن. که اینجا بدن ارجمند ایشون قرار داره استفاد. خب این انرژی که اینجا در تمبود بود مثل یه اقیانوسی و ما مانند قواسانی بودیم تو اون اقیانوس، فرق در این انرژی این چیزی بود که همه تجربه کردن. هر چقدر هم که انسان ناباور باشه وقتی وارد اون فضا میشه به اثر روش ایجاد میشه، قلبش تکون میخوره، حالش دگرگون میشه. بعد این دوستان ما وقتی از اینجا آمدن بیرون یکی یکی هرکی رفتی گوشه و خودش نشست و برای مدتی سر به جیب تأمل و تفکر فرو برد. اینجا نه عودی روشن بود، نه چراغ خاصی روشن بود، نه نورپردازی بود، نه دکوری بود، هیچی نبود. یه فضای سنگی دخمانند و سرد، اما بسیار نیرومند، بسیار نیرومند. حال شما دقیق‌ترین دستگاه های سنجشی که ذرات شتابدار میتونه تغییر کنه و ازش عکس بگیره و اینها رو شما برای اینجا بزنید ببینید چه موضوع اینجا وجود داره، چیزی نخوند. اما قلب ازش اثر میگیره. به همین دلیل امواج روحانی و امواجی که بر روی روح انسان اثر میذاره اینها روی جسم کوچکترین اثری نمیذاره. کوچکترین نشانه ای از خودش در روی دستگاه های سنجنده باقی نمیذاره. انرژی روحانی روی روح اثر میذاره، شما اثر میپذیری ازش، اما روی جسمش هیچ نشانه نیست. از اینجاست که بسیاری از
اسماء هستند که اینها مؤثرند، اثر روی روح دارند، اثر روی شما دارند، که شما روحی جسم نیستید، اما روی جسم هیچ اثری ندارند. به اعتبار جسمانی شما بخوای نگاه بکنید هیچ خاصیتی نداره. وقتی ما میگیم در جلسات بحث در گفتارهای پیشین مبحثی رو که باز کردیم، گفتیم مثلا خاتم سلیمانی دارای یک رادیشن بود، یعنی یک فضای پرتشعشع داشت، اما نه تشعشعی که با چشم دیده بشه و با دستگاه های سنجشی که در آزمایشگاه ها معموله سنجیده بشه، تشعشعی که روی روح اثر میذاره، تشعشعی که روح رو حمایت میکنه. اون مطالبی که گفته میشه به صورت فرمول های خاص در پس اون خاتم یا روی اون نگین نقش شده بود، دارای آثاری بود که بر روی روح مؤثر بود نه بر روی جسم. مثلا سنگ شب نما نبود که روز نور رو بگیره و تو شب مثلا درخشندگی پیدا کنه و روشن بشه، یعنی یه اثر مادی نداشت. به لحاظ عادی یه سنگی بود، اما سنگی که یک فرمول خاصی روش حکی شده بود که اون فرمول خاص اثر روی روح می‌داشت، اثری که ما نمی‌تونیم اون اثر رو بسنجیم. اون رو اصطلاحاً بهش می‌گفتند طلسم سلیمان، یعنی اون نام‌های خداوند که خداوند به اذن خودش اجازه فرموده بود که حضرت سلیمان یکی از اونها رو به روش خاص در واقع بر روی انگشتر خودش درج بکنه و اون خاتم سلیمانی به وجود بیاد و اینچنان مؤثر باشه که گفتیم اون خاتم فی نفسه و به استقلال مؤثر بود و اثر داشت، اما وقتی در انگشت حضرت سلیمان قرار می گرفت میدان ردیشن اون تلسم اعظم خاتم سلیمانی با روحانیت خود حضرت سلیمان همجهت عمل می کرد. به همین دلیل نظم و انضباط و برقرار کردن امور در روال صحیح رو ایجاد می کرد. اما همون انگشتر، همون خاتم، همون تلسم رو وقتی سخ، یعنی اون افریتی که در قرآن مجید ازش نام برده شده، بر حسب قصص به دست کرد، نتیجه عکس داد، چون در واقع تشعشع اون خاتم با فضا و حاله انرژی گرداگرد اون سر با همدیگه تباین داشتند، تضاد داشتند، اثر همدیگه رو خونسا می‌کردند. این بود که به هم ریختگی ایجاد کرد، هم در درون اون شخص و هم در سراسر اموری که باید به دست اون اجرا میشد. این مقوله تأثیر اسم و تأثیر به خصوص بعضی از فرمول ها که به صورت خاصی بر مبنای قانونی که معلمانش کسانی مانند حضرت داوود و حضرت سلیمان بودند که در کتب مقدسه، متون مقدسه، کتب آسمانی از اونها نام برده شده، اثرش برای حمایت از روح، برای حفاظت
از جنبه روحانی آدم هاست. آدم هایی که در واقع در همون مسیر حرکت میکنند که در واقع خداوند پیغمبران خودش رو به عنوان معلمان اخلاق فرستاده. یعنی اگر یک انسانی نابکار و تبهکار و بدکار باشه و یک همچنین مثلا اسمی تلسمی هم به دستش بیفته، روی خودش اثر معکوس میذاره، به جای اینکه اثر مثبت داشته باشه اثر عکس میذاره، اثر منفی رو خودش میذاره. یعنی داشتن یک چنین خاتمی برای کسی مناسبه که شاگرد بزرگانی مانند حضرت سلیمان، داوود و حضرت موسی و حضرت عیسی و پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم باشه. یعنی انسان باید اخلاقش رو تشخیص بکنه، بعد خودش رو تشخیص بکنه به در واقع یک چنین فرمول هایی که چنین آثار خودشون به جا میذارن، آثار معنوی و مثبت. بزرگترین اثری که این فرمول ها که تلسم اسم اعظم نامیده میشه که ارتباطی به زبان فارسی و چینی و عربی و زبانهای مختلف نداره، بلکه به روش خاصی که خود اون صاحب فن میدونه نگارش پیدا میکنه و اون کسانی که صاحب این فن هستن در چهار گوشه جهان بدون اینکه همدیگر بشناسن این زبان رو میدونن که چیه. آثاری که از اکتبار میاد به این دلیل که بین یک انرژی روحانی و غیر مادی که جان جهان نامیده میشه و در سراسر کیهان سریان داره مؤثر واقع میشه. یک ارتباطی بین جان جهان، یعنی روحی که در سراسر اجزای هستی سریان داره و قابل سنجش نیست با وسائل مادی، یعنی غیر از حاله مغناطیسیه، غیر از حاله الکتریکیه، غیر از حاله انرژتیکیه که گرداگرد بدن موجود زنده وجود داره، غیر از همه اینا، جان جهانه که در سراسر ارکان و اجزاء هستی سریان داره و روح ساری در هستی به شما میده و نامهایی که خداوند و آدم علیه السلام تعلیم داده این اینجا یه مناسبتیه. حال آدم صفی خازن این نام ها بوده، گنجور این نام ها بوده، بهش تعلیم داده شده بوده و کسانی که در پی آدم آمدن و جای پای آدم گذاشتن وارث اون علم بودن. اینها بودن که از اصل اسماء و روی جان جهان اطلاع داشتند. یکی از اونها حضرت سلیمان علیه السلام بود و اون آثاری که بر خاتم سلیمانی شمرده شده از اونجا ناشی میشه که با هیچ دستگاه سنجش مادی نمیشه آثارش رو معین کرد. خدا یار یاور شما یاران گرامی باشه.